موشکاف. سلام، حالا احوالتون چطوره؟ عرض کنم حضورتون اگه یادتون باشه وقتی شیخ پری تازه سر از صندوق در آورده بود و خواب از لب و لوچه مماشاتیا سرازده بود، برای بچه های موشکاف یه فیلم از شیخ پری رو کردم. یادتون هست؟ من یک شیخم پری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. من یک شیخم پری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. بله، هی گفتی بابا طرف جانیه، شدیدنم جانیه، منتها یه عده رو بوی نفت مست کرده بود و گوششون به این حرفا بدهکار نبود. گذشت و گذشت تا دوریالی جناب بانکیمون هم افتاد و تو گزارشش گفت بابا آبی از این شیخ پری گرم نمیشه. آخوندا وقتی دیدن حق جنس بنجلشون در اومده و مشتری پشتری یختی، جمعیان فیوز پروندن و افتادن به وقوق. رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل ضد ایران را ناسپاسی از تلاش‌های ملت ایران در مبارزه با مواد مخدر و نفاق مدرن دانست و گفت خیلی غلط کرد، گفت خیلی بیجا کرد، گفت میخوام 100 سال سیاه نگه. مردی که با اون ریشای زنگ زدهش توقع داره دبیرکل سازمان ملل بیاد نعلین سیدعلی و عمامه شیخ پری رو ماچ کنه بگه قربونتون بچسبم با این همه اعدام، بعدم واسه مصرف آمریکا و اروپا سفارش تریاک عظمانشون بده ها. همین به نظر میرسه دیگه، نه؟ البته جناب بان هم داشته باشه که نتیجه کوتاه اومدن جلوی بوهوش چیه. نظر میرسد آمریکا متوجه شده است در مذاکرات هسته‌ای چیزی برای گفتن ندارد، لذا به عوامل خود گفته تا فضاسازی جدیدی بکنند تا در فضای غبارآلود بتوانند مذاکرات را از مسیر خود خارج کنند، مثل برخی حرفهای مقامات انگلیس در روزهای اخیر در پارلمان قلابی رژیم صهیونیستی که این روزها به سیرک سیاسی با مزگان ناهوشیار بدل شده است. مقامات آمریکا و سازمان ملل بدانند که آنها عامل به هم زدن مذاکرات هستند و باز نگویند ایران میز مذاکرات را ترک کرد. از این تهدیدا نکن، قلب پنجه به علاقه یک ضعیفه. اگرم میخوای بکنی لااقل به سیدعلی بگو عواشو بکشه رو زانوهاش که زانوهای خونیش پشت میز مذاکره معلوم نشه. آخه بدبخت تو اهل ترک میز مذاکره ای، اون که ولی فقیه‌ته جلو میز مذاکره پهن زمینه دیگه، تو کیش میشی؟ کاری که وزارت خارجه ما و مسئولین دولتی ما شروع کردن این کار ادامه پیدا خواهد کرد. ایران نقض اونچه را که قرار گذاشته است و عهد کرده است رو نخواهد کرد. بله اینطوریاست. تحریم نه فقط بابای سیدعلی بلکه بابای شیخ پری و لاریجانی و باقی اراذالاوباش نظام هم در آورده ایناها. ببینید لاریجانی 2 قدم بعد چجوری فیگور ریاست مجلسیشو کنار میذاره و یهو خودشو وسط طویله حس میکنه. این خیلی بی صفتی و بی وجدانی است. به نظر می رسد در مقابل تکرار این گونه گزارش های سازمان ملل باید در قانون و نحوه عمل مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر نمود و بگذاریم این مغزهای علیل در سازمان ملل خودشان با مواد مخدر مبارزه نمایند. این ظلم و دغلکاری تحت یک فضاسازی فرهنگی و سیاسی سازمان یافته است که همان نفاق مدرن است. حالا شما رئیس شیخ پری رو تصور کنید که از یه طرف دنبال زهرخورونه، از طرف دیگه افسانه اعتدالش به فنا رفته، نگفتم شیخ بری، نگفتم دستت میلرزه، نگفتم دور قیر و قمیش اعتدال و این حرفا نیست. حالا بخور که تازه اولشه. زهرو میخوام بریزم تو گلوی اوجوما جونم، دستام میلرزه میترسم که نتونم، میدونم که تو بازی هیچ شانسی دیگه نداری، دو جورشم یه جوره باز پا به فرار بذاری. آخه من یک شیخم فری روحانی، دم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. من یک شیخم فری روحانی، دم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. من یک شیخم من یک شیخم حسن روحانی شیخ آف ترور. یه روزی بجاک شیر و دویل قولو قراری داشتی، مذاکرات منفی واسه بمب اتم میذاشتی، چه روزگاری داشتیم حالا دیگه تمومه. ولی من یک شیخم فری روحانی، دم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. من یک شیخم فری روحانی، دم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. من یک شیخم